سلام دوستان عزیز به کانال خودتون خوش اومدین داستان هایی که اینجا میشنوین بر اساس واقعیت برای همین به خاطر حفظ امنیت دوستان تنها اسمای واقعی عوض شده اگه میخواین همیشه از شنیدن این داستان ها بهره من شید لطفا زنگوله رو فشار بدین و روی زنگوله سیاه کلیک کنین بریم برای داستان امروز من دختر بلند پروازی بودم هر چیزی رو بهترینش رو میخواستم توی خانواده تقریبا متوسط به دنیا آمده بودم. از همون بچگی سعی می کردم هر چیو که می انتخاب کنم بهترینش رو انتخاب کنم. این اخلاق تا بزرگسالی باهام بود. طوری که وقتی بزرگ شدم و موقع ازدواجم شد نمیتونستم کسی رو انتخاب کنم. هر کی می اومد یه ایرادی روش می زاشتم. یکیو میگفتم قد و بالاش کوتاهه یکیو میگفتم رو دوست ندارم یکیو میگفتم کم موه یکیو میگفتم پر موه یکیو میگفتم وای چه دماغ بزرگی داره یا یکیو میگفتم این که اصلا دماغ دو صورتش نداره خلاص از ریز تا درشت ایراد میگرفتم این اخلاقم باعث شده بود تا سن 29 سالگی ازدواج نکنم مادرم میگفت آدم همه چی تموم نمیتونی پیدا کنی اینقدر به خودت سخت نگیر ازدواج کن و برو سر خونه زندگیت پدرم میگفت اگه نمیخوای ازدواج کنی حداقل درس تو ادامه بده اما من نه دلم میخواست درسم و ادامه بدم نه دلم میخواست با کسی که دلم نمیخواد ازدواج کنم اما بالاخره نق مادر پدرم باعث شد که یکی رو انتخاب کنم و برم سر خونه زندگی اسمش مجید بود قد بلندی داشت و تیپ بدی نداشت ولی اون چیزی که من میخواستم نبود اخلاقشم که اصلا نمیدونستم از اولش چه جوریه اما آدم بدی نبود یه روز که مامانم تو دوره زنونه شرکت کرده بود با پدرم رفتیم دنبالش مامانم تا حاضر بشه بیاد پایین من رفتم بالای سر و گوشی آب بدم دیدم همه خانوما دارن میزنن و میرقصن دوست مامانم گفت بیا تو بیا تو برو برخص یه ذره وقتی رفتم رقصیدم ظاهرا بعد از اینکه از اونجا با مادرم اومدیم بیرون خواهر شوهر اون خانومی که خونشون مهمونی بوده برای پسرش منو خواستگاری میکنه. فردای اون روز دوست مامانم زنگ زد بهش گفت برای دخترت خواستگار پیدا شده. مامانم هم که از خدا خواسته بود گفت فلان روز قرار بذاریم تشریف بیارن. بعد که اومدن به خاطر حرفایی که پدر مادرم میزدن گفتم دیگه از من نپرسین خوبه یا بده. باشه دیگه. میگین ازدواج کن. باشه این قبوله. ازدواج میکنم. مجید یه خونه تو مرکز شهر داشت. یه عروسی معمولی هم برام گرفت. ما هم جهیزیه تهیه کردیم و که مثلا ببریم تو اون خونه ولی از اونجایی که من خیلی بلند پرواز بودم گفتم نمیشه این خونه رو اجاره بدیم بریم یه ذره بالاتر اجاره کنیم بشینیم این کارو کرد خونه خودش رو اجاره داد و رفتیم تو منطقه نیاوران یه آپارتمان گرفتیم و زندگیمون رو شروع کردیم مجید خیلی با من مهربون بود خونوادشم خیلی منو دوست داشتن و به هم احترام میذاشتن اما من سرم تو لاک خودم بود دو سه ماه که از زندگیمون گذشت یه روز که داشتم میرفتم بیرون توی پارکینگ چشمم افتاد به یه پسر خوش قد و بالا خیلی ازش خوشم اومد سوار ماشین بنزش شد و از پارکینگ رفت بیرون پیش خودم فکر کردم این همسایه همونه یا مهمون یکی از همسایه همونه. اون روز گذشت دو سه روز بعد دوباره رفتم پارکینگ که سوار ماشینم شم و برم بیرون دیدم اونم تو پارکینگه فهمیدم ای همسایمونه دیگه از فکرش بیرون نیمدم اصلا حالم بد بود همش فکرم پیش اون بود شب که میخواستم بخوابم پیش مجید حالم به هم میخورد نمیدونم برای چی من که رابطه با پسره نداشتم ولی همینجوری از دور که دیده بودمش احساس میکردم این همون مرد رویاهای منه بعد از اون چند باری تو پارکینگ و تو خود ساختمون آسانسور دیدمش اینکه یه روز برادرم زنگ زد و گفت مادرم حالش خوب نیست و بردنش بیمارستان من که هول کرده بودم نفهمیدم چجوری از خونه رفتم بیرون همینجوری اشک میریختم که آسانسور اومد بالا سوار که شدم دیدم توی آسانسوره یه اون آخداگا گفت خانم معذرت میخوام حالتون خوبه گفتم نه حالم خوب نیست مادرم حالش بده دارم میرم بیمارستان گفت من متوجه شدم شما همسایه‌مونی اگه کمکی از دست من برمیاد بگین من انجام میدم تشکر کردم و از آسانسور اومدم بیرون و رفتم بیمارستان مادرم حالش خیلی بد بود نتونست دووم بیاره چند ساعت بعد از دنیا رفت دو سه ماهی حالم خیلی بد بود اصلا از خونه بیرون نمیرفتم اما چند باری اون پسره رو از پنجره خونمون دیدمش بعد از چند وقت که حالم خیلی بد بود تصمیم گرفتم برم بیرون پیاده روی کنم وقتی از خونه رفتم بیرون دیدم داره میپیچه تو پارکینگ برام بوغ زد رفتم جلو سلام علیک کردم از مادرم پرسید بهش گفتم فوت کرده خیلی ناراحت شد گفت اگر کاری داشتین به من بگی. یه یه چیزی مثل جرقه تو ذهنم پرید یه لحظه یهو گفتم ببخشید این کولر ما خراب شده شوهرم هم خونه نیست هرچی هم بهش تلفن میزنم جواب نمیده به خاطر همین از خونه اومدم بیرون داشتم خفه میشدم تو خونه میشه خواهش کنم یه نگاهی به کولر ما بندازین؟ گفت بله بله اجازه بدیم ماشین رو پارک کنم میام خدمتتون من که داشتم میرفتم پیاده روی پشیمون شدم و برگشتم تو ساختمون پنج شیش دقیقه بعدش درس اومد تو وقتی اومد تو در رو بستم گفتم چایی بیارم براتون گفت نه ایراد کوله رو بگین درست کنم برم گفتم راستش کوله خراب نیست بعدم براش تعریف کردم که از روز اول چه جوری چشمم گرفتدش بهش گفتم اینقدر ازت خوشم اومده که حاضرم همه جوره باهات باشم اونم که بالاخره مرد بود از این جور چیزا بدش نمی اومد رابطمون شروع شد هر روز با هم بودیم وقتی مجید از خونه میرفت بیرون یا من خونه اونا بودم یا اون خونه ای من بود پنج شش ماه همین جوری گذشت تا اینکه یه ای روز مجید اومد خونه و گفت من کرایه اینجا رو نمیتونم بدم اوضای کار خیلی خرابه این خونه رو خالی کنیم برگردیم خونه خودمون هر کاری کردم هر بهانهای اووردم که این کارو نکنه نشد مجبور شدیم اس کشی کنیم و برگردیم خونه خودمون اما من نتونستم رابتمو با اون پسری که اسمش پیمان بود تموم کنم وقتی از پابکشی کردیم رفتیم بازم هر روز مجید که از خونه میرفت بیرون سوار ماشین میشدم میرفتم خونه پیمان و بعد از ظهر برمیگشتم خونه چند وقتی که از این ماجرا گذشت اون روز شوم اتفاق افتاد صبح که مجید از خونه رفت بیرون طبق معمول کارامو کردم و آرایش کردم و موامو درست کردم و لباس زیر و روی ترتمیز پوشیدم و کلی عطر بارون کردم و از خونه زدم بیرون رفتم خونه پیمان یه ساعت نشده بود که گذشته بود دیدیم صدای در میاد به پیمان گفتم منتظر کسی هستی گفت نه از لنز نگاه کرد یهو با وحشت گفت فرشته شوهرته زبونم بند اومده بود فوری دویدم یه ملافه پیچیدم دور خودم و وایستادم کنار دیوار رو گریه کردن. پیمان گفت چرا گریه میکنی در رو باز نمیکنی یهو صدای مجید از اونور اومد پشت صدای مجید دوتا مرد گفتن در رو باز کنین پلیس چاره ای نبود پیمان در رو باز کرد و پلیس ها اومدن و مجیدم تو اون وضعیت منو دید دستگیرم کردن بعدها فهمیدم که مجید یه کاری با نگهبان اون خونه داشته وقتی به زنگ زده نگهبان گفته مگه شما از اینجا رفتین مجید گفته آره گفته ولی من هر روز خانومتون رو میبینم واسه همین مجید شک کرد و دنبالم کرده و فهمیده جریان چیه الانم هم گذاشتیم و اومدم بیرون تا روز دادگاه مجید گفته طلاقش نمیدم باید قصاص پس بده دوستان عزیز اگه شما هم مایلین داستان زندگیتون رو با ما به اشتراک بذارین برامون کامنت بذارین تا راه ارتباطی رو بهتون بگیم کانال رو سابسکرایب کنین تا از لطفتون بیشتر انرژی بگیریم ممنون سپاس از اینکه کانال زندگی ایدال رو انتخاب کردین فراموش نکنین که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست